با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر، من نصرالله قاضی هستم و در برنامه‌ای که امروز برای شما در نظر گرفتیم من در خدمت رفیق یاسمین میزر هستم. فکر می‌کنم که ایشون احتیاج به معرفی ندارن، یکی از فعالین چپ ایران هستند و در این حال مسئولیت مجله کریتیک رو هم به عهده دارن. ضمن سلام به رفیق یاسمین، میدونید که بهانه امروز ما در حقیقت وقایعیه که تمام روزنامه ها، تلویزیون ها و خبرگزاری های دنیا رو به خودش مشغول کرده، با اون مسئله جنگ و دعوای بین اسرائیل با فلسطینی های ساکن سرزمین های اشغالیه. مسئله ای رو که من میخواستم با شما در میون بذارم اینه که درگیری و جنگی که میون این دو سرنشین یک منطقه کوچیک شروع شده، این بار واقعا در ابعاد بی‌سابقه بوده و تصاویر هولناکی از سراسر تلویزیون‌های اروپایی حداقل میشه گفت پخش شده و به راحتی می‌بینیم که کسانی رو که نسل اندر نسل در این سرزمین زندگی می‌کردن که عرب‌های ساکن منطقه اورشلیم اشغالی هستن یا اورشلیم شرقی، هم مسیحی هن و هم مسلمان هر دو، ولی اینا سالهای سال و قرنها اونجا زندگی کردن. من به جای اینکه به شروع این مسائل بپردازم، می‌خواستم کلن نظر شما رو بدونم در مورد جرقه‌ای که زده شد و صحبت‌هایی که حتی شاید بشه گفت از یک ماه پیش هم بود ولی نه به این صراحت. شما نظرتون چیه؟ مدتی است که در هر صورت زمینه‌های پیدایش چنین درگیری وجود داشت. در دوره رئیس جمهوری ترامپ، نتانیاهو تقریبا دستش باز بود که قوانین جدیدی پیاده کنه و اون سیاستی که بعضی بهش میگن اثنیک کلنزینگ، پاک کردن نژادی منطقه رو در دستور کار قرار بده. شما میدونید افرادی مثل پروفسور محبوبر زیاد راجع به این مسئله نوشتند، حرف زدند، غیره. و همیشه من فکر میکنم دولت نتانیاهو پی درگیری حداقل با غزه بوده. اون چیزی که تفاوت کرده قوانینی است که دولت اسرائیل توی این 4 سال گذروند و در پی این قوانین واقعا اون حقوق ناچیزی هم که شهروندان عرب ساکن مناطق اشغالی داشتن، اونها هم کم شد. مثلا زبان رسمی فقط زبان یهودی است. خیلی از قوانین کاملا دیگه واضحه، تبعیض بین اعراب و دیگر اقوام ساکن اسرائیل رو. و در نتیجه اون چیزی که 1948 شروع شده بود که اشغال سرزمین، اشغال تدریجی بود، شما میبینید این سرزمین هایی که فلسطینی ها درش زندگی میکنن همینجور آب میره، کوچیک میشه. الان یه سری بنتوستان، مناطق از هم پراکنده در ساحل کرانه غربی دریای اردن داریم و غزه رو داریم که یه 360 کیلومتر مربع ولی توش 2 میلیون نفر زندگی میکنن، بزرگترین زندان جهان بهش میگن. و
این زمینه ساز این درگیری هایی بود که الان میبینیم. ولی یه مسئله دیگه هم هست و اگه نگاه بکنید به روزنامه هارتس مثلا که یکی از روزنامه هایی که در اسرائیل چاپ میشه ولی تقریبا وسط مایل به چپه، وسط مایل به راست نیست، بیشتر تمایلات وسط داره. ولی این روزنامه الان دو هفته شاید سه هفته است مرتب تا هفته پیش مقاله های بیشماری داشت راجع به اینکه نتانیاهو پی اینه که با ایران وارد درگیری بشه و خیلی ها راجع به این مقاله نوشتن. خیلی از کسایی که از بیرون هارتس میخوندن در رابطه با این مقاله نوشتن. یکی از چیزایی که روزنامه هارتس در انتقاد به نتانیاهو بهش میگه اینه که خب ببین خودت رو غرق کردی در دستگاه ترامپ، حالا بایدن داره در وین مذاکره میکنه با ایران، دولت نتانیاهو دور افتاده است. به منطقه نگاه بکنیم شما ببینید مثلا بن سلمان دوزاریش افتاده که بایدن اومده باید سیاستش رو عوض کنه، ولی نتانیاهو انگار نه انگار، انگار همچنان ترامپ در قدرته. یه مسئله دیگه که این وسط پیش اومده و زمین ساز درگیری های هفته پیش بوده، من یه اشاره بکنم، پیشبینی های آرت از یه جنبه درست بود که نتانیاهو پی جنگه، ولی پیداست که و حتما دنبال کردید میدونید مثلا در دریای سیاه، در جاهای دیگه درگیری های بین جمهوری اسلامی و اسرائیل پیش اومد، یا نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه و اسرائیل پیش اومد. ولی پیداست که اینها زمین ساز جنگ با ایران نبود، زمین ساز جنگ دیگه بود که نتانیاهو پیش بود. و در حقیقت یه نکته که خیلی مهمه تاریخ 6 می. 6 می تاریخیه که بعد از اون مهلت نتانیاهو برای تشکیل دولت تمام شد و پرزیدنت اسرائیل که رئیس کل دولته فرد دیگه رو مخالف نتانیاهو رو مسئول کرد دولت تشکیل بده. از اون لحظه به بعد خطر جنگ باز هم بیشتر شد، چرا که نتانیاهو حتما پی درگیری بود. حالا ایران به خاطر بیان، به خاطر وضع اقتصادیش شاید نیفتاد توی دام این که یه جنگی با اسرائیل شروع بشه، ولی در رابطه با غزه و راه انداختن به اصطلاح این صهیونیست های بسیار راست که شروع کردن تظاهرات در توهین به مسجد، تظاهرات در روزها و در جاهایی که نباید تظاهرات میکردن، در همین در واقع زمین ساز درگیری هایی بود که ما هفته گذشته شروعش رو از جمعه شنبه دیدیم و تا دوشنبه دیگه به اوج خودش رسید و ادامه داره تا این روز ادامه. بله ببینید، شما توی صحبتاتون به دو نکته خیلی اساسی اشاره کردید. یکی افراطی های راست به اصطلاح دهکده ها و محلات همسایه با عرب ها هستند در اطراف بیت المقدس یا اورشلیم، هیچ وقت سابقه نداشته که یه همچین وضعیتی در درگیری های بین عرب و اسرائیل پیش بیاد. این یه واقعه جدیده و یه حرکت جدیده. شما این رو چطور میبینید؟ این یه تغییر سیاست یا اینکه واقعا اینا رو میخوان جلو بندازن که بعد بگن ما برای حمایت از به اصطلاح شهروندهای خودمون دست به این کار میزنیم؟ شما وارد شدن این به اصطلاح دستجات غیر نظامی رو، نمیخوام کلمه بدی استفاده بکنم، اینو شما چطوری میبینید؟ ببینید دو تعبیر هست و من تعبیر خودم رو میدم. دو تعبیر هست. یک تعبیر اینه که در این موقعیت 6 می تا مثلا بگیریم 19 می که نتانیاهو عملا نخست وزیر نبوده
و دولت جدید هم شکل نگرفته بوده، یه موقعیتی داده به این جریان‌های افراطی که بهش اشاره کردی که کارهایی رو که معمولا در مقاطع دیگه نمیتونستن انجام بدن، چون مثلا وزارت مربوطه یا پلیس اداره پلیس مربوطه جلوش رو میگرفته، تونستن این کار رو بکنن. این یه تعبیره و بعضی از روزنامه‌های راست اسرائیلی اینو دارن میگن، ولی همونطور که گفتم روزنامه‌های چپ عقیده دیگه دارن، روزنامه‌های متمایل به شب که من هم با اونا موافقم، اینه که نه، این آگاهانه اینها رو تحریک کردن و زمینه رو باز گذاشتن برای این که اینها تظاهراتی که داشتن، حمله به مسجد الاقصی که برای فلسطینی‌ها بسیار مهمه، اینها رو اجازه دادن صورت بگیره، برای این که میدونستن این کار رو بکنن خب فلسطینی‌ها که از خیلی جهات دیگه ناراضی‌اند و در همه جای دنیا میدونید بعد از یک سال کووید و مسائل دیگه همه به اصطلاح اعصابشون خورده، تحریک کوچیکی کافیه یک دعوای بزرگی رو راه بندازه. آگاهانه این کار رو کردن که درگیری صورت بگیره و من فکر میکنم این تعبیر درستتریه. نتانیاهو پی یک جنگ بود، برای اینکه الان که خب وسط این شلوغی ها خب طبیعیه مجبور نخست وزیر باشه دیگه، چه کارش کنن؟ بله. میدونید؟ بله. و این دستاورد را حداقل برای ایشان داشته. فراموش نکنید ایشان یه محاکمه دیگه ایران داره در رابطه با فساد که در رابطه با اونم محکومیت های جزئی تری داشته، هنوز این پرونده در جریانه، در نتیجه هر نوع تغییر جهت مفیده. بله خیلی ممنونم. ببینید من توی سوال قبلی هم اشاره کردم که شما به دو نکته اشاره کرده بودید، مسئله دوم همون تیترایی که روزنامه هارتس داره، یکی از تیترهای مهمش اینه که دولت اسرائیل به مردم و به مطبوعات اطلاعات غلط داده بود در مورد اینکه نیروی زمینی ما داره میره که غزه رو بگیره، و میدونیم که این نوع اخبار هم میتونه التهاب توی جمعیت یهودی اسرائیل به وجود بیاره و هم در جمعیتی که توی نوار غزه هستن، اون 2 میلیون نفری که اونجا هستن. فکر میکنید واقعا این عمدی بوده؟ چون که ظاهرا بعدم دست به عذرخواهی میزنن و میگن که این خبر اشتباه بود. آیا این مسئله مهمی بوده اصلا تو این جریان یا نه؟ خیلی سخته برای اینکه ما نمیدونیم چه منطقی پشت این بوده، ولی من فکر میکنم ببینید شما اگه نگاه بکنید به اینکه این مناطق چقدر کوچیک شدن، اون سیاستی رو که تا پارسال اگه یادتون باشه تا ژوئیه پارسال بنا بود کل مناطق در کلیه مناطق اشغالی اون چیزی که انکسیشن بهش میگفتن رو انجام بدن، و بعد به دلایلی از جمله اعتراضایی که متحدانشون در اروپا بهشون کردن، چون و این که ترامپ یک کمی پاش لرزید رو این قضیه کوتاه اومدن، ولی طبیعی است که در دراز مدت اینها میخوان فلسطینی های مقیم این سرزمین رو یا به کسانی تبدیل بکنند که دیگه اونچنان ضعیفند، اونچنان زبونند که خواستی ندارند، یا اینکه اینها رو خارج کنند از این مرزها. شما فراموش نکنید که 6 میلیون فلسطینی الان در تبعیدند، خب 2 میلیون هم به اینا اضافه بشه از نظر دولت اسرائیل شرایط ایداله، که اون موقع دیگه هیچ درد سری نداره. ولی وقتی به این مسائل نگاه میکنیم باید همیشه یادمون باشه که ما چرا اصلا در این موقعیت هستیم. ما در این موقعیت هستیم چون این بازمانده دوران استعماری بریتانیا است. دوره استعماری بریتانیا وقتی شروع شد که لورد بالفور این سرزمین رو به هر دو ملت، یعنی هم به یهودی ها و هم به فلسطینی ها قول داد، و بعد دولت بریتانیا وارد مسائل پیچیده شد برای اینکه
این قول دو جانبه رو مدتی نگه داره. همطور که میدونید خیلی از دو طرف نیروهای مسلح را انداختن برای اینکه طرف مقابل و بریتانیا رو مورد حمله قرار بدن و در نهایت بریتانیا کنار کشید و این سرزمین ها کاملا دست نیروهای یهودی قرار گرفت. در همون مقطع، از همون مقطع به بعد و از مقطعی که اینها ده به ده شهر به شهر رفتن خونه های مردم رو آتش زدن تا مردم فرار کنن برند از اونجا و بعد ساختمون های خودشون رو ساختن، آپارتمان های گسترده ساختن، کشور رو عوض کردن و آوردن، از کشورهای مختلف شهروند وارد کردن در وهله اول و در انتخاب اینها شهروندهای اشکنازی. فراموش نکنید در خود اسرائیل تفاوت نژادی وجود داره بین یهودی هایی که از افریقا میان مثلا و یا یهودی که از روسیه آمده، چکسلواکی آمده، آلمان آمده، انگلیس آمده. این تفاوت ها خیلی فاحشه. ولی شروع کردن این پاک کردن این سرزمین رو برای مردم خودشون و در نتیجه من بعید نمیدونم که در مقطعی بخوان وارد غزه بشن با این امید که یه عده رو میفرستن از مرز زمینی به مصر، یه عده دیگه شاید مجبورشن از بقیه سرزمین بگذرن وارد اردن بشن، وارد جای دیگه بشن. بله، به مسئله درستی اشاره میکنید. من میخواستم توجه در حقیقت بینندگان و شنوندگان رو به این قضیه جلب کنم که گفته ای هست که اینطوری شروع میشه که دوران صلح دوران آمادگی برای جنگه. از 2014 که اسرائیل حمله کرده بود به غزه تا امروز هیچ درگیری در این مقیاس پیش نیومده بود، ولی جالب اینجاست که توی این مدت اسرائیلیا تمام سران حماس، سران بقیه بخشای نظامی حالا با هر اسمی که فعالیت میکنن، اینا رو شناسایی کرده بودن، ساختمونا رو شناسایی کرده بودن و در حقیقت آماده کرده بودن خودشون رو برای این جنگ امروز. و این میتونه یه هشدار خیلی خوبی باشه برای اپوزیسیون ایران، مثل تمام اپوزیسیون ضد سرمایه‌داری که توی آمریکای لاتین، توی آسیا و به خصوص منطقه ما خاورمیانه فعالیت میکنن، که زمانی که حتی جمهوری اسلامی هم کاری نداره در حقیقت در حال جمع کردن اینو اطلاعاتی که روز به خصوصی اینا رو از پا در بیاره. ولی توی همین نوع حملات که اسرائیل حداقل مدعیه که من تصمیمم این بوده که سران نظامی ساکن غزه رو بزنم، ده ها بچه و زن و بچه، حتی یه خانواده که یه مادر و سه بچه توش بوده کشته شدن. و اون وقت در مصاحبه یکی از نظامیان سابق اسرائیل با تلویزیون بی بی سی فارسی ادعا میکنه که ما بچه هامون، ده ها هزار بچه شب تا صبح از ترس راکت های غزه ناراحتن و توی سنگرا زندگی میکنن. ولی طبق آماری که ما داریم، حداقل خبرگزاری های دنیا مخابره کردن، بچه به اون شکل کشته نشده، نه مدرسه ای، نه کودکستانی و نه محل بازی بچه ها. این ضد و نقیض گویی هایی که توی میدیای راست، چون که ما که سالهای سال از میدیای چپ به اصطلاح نتونستیم بهرهی ببریم، میدیای چپی که نفوذ و گسترش زیادی تو بین میلیون ها نفر داشته باشه توی ایران و توی خاورمیانه، به هر حال با این میدیا چی کار میشه کرد؟ شما چه توضیحی برای اونا دارید؟ ببینید کار سختیه، ولی خب در هر صورت الان فاکت ها داره حرف میزنه.
یعنی حتی این میدیای راست نمیتونه منکر این باشه که وقتی اسرائیل بمباران میکنه غزه رو میگه ما داریم فرماندهان حماس رو میزنیم، درسته؟ ولی خب در شما میدونید که اینا بعد میگه که این بچه هایی که کشته شدن چون سپر کرده بوده فرماندهان حماس. اولا یک تراکم شدیدی ما با در این منطقه میبینیم، یکی از متراکمترین مناطق دنیاست، درسته؟ 2 میلیون نفر تو 365 کیلومتر مربع. در بهترین حالتش اگر وسایلی که استفاده میکنه خیلی هم دقیق باشه، حتما خانه همسایه رو هم داغون میکنه، یعنی شکی درش نیست، نمیشه شکی در این کرد. و مهمتر از اون در غزه پناهگاه وجود نداره، مثلا خانواده ها نمیتونن بچه هاشون رو ببرن پناهگاه زیر زمین، برعکس خود اسرائیل که پناهگاه داره. و طبیعی است که نتیجه این میشه یه سری مدارس هست که سازمان ملل مسئولشه، ولی اونها پیداست بمباران شد میشن در مقاطعی، ولی خب تنها جایی که پدر مادر و بچه هاشون رو میبرن، ولی درصد خیلی کمی اونجاست، درصد بیشتر تو خونه هاشونن. و وقتی شما یه خونه رو میزنید، تازه اگه دقیق بزنید، چون فراموش نکنید این نوع موشکی که حماس میفرسته دقیق نیست، همطور که میدونید خیلیشون تو خود منطقه غزه میفته، بعد یه تعدادیشون تا 85 درصدش رو دستگاه های امنیتی اسرائیل جلوشو میگیره، یه 15 درصد شاید 5 درصد شاید رد شد، درسته؟ یه همچی روانی میگن. ولی این بمباران هوایی اسرائیل هم 100 درصد دقیق که نیست، که یه اطلاعاتی دارن، این اطلاعات تا یه حد درسته، ولی اون بمبی که میندازن ممکنه 2 متر این ورتر بره، 5 متر اون ورتر بره، و در نتیجه ما شاهد تعداد زیادی بچه هستیم که جانشون رو از دست دادن. ولی فراموش نکنید این بمباران غزه توسط هواپیماهای اسرائیلی محدود به الان نیست. دانشگاه آکسفورد هر سال یک تیم میفرسته به غزه که تیم پزشکی هم اینا یک کلینیک دارن، این کلینیک فقط برای آموزش پزشکی به پزشکان فلسطینی در غزه و اداره اون کلینیک در مدتی که هست هستن اونجاست، درست؟ بیمار میبینن، آبرو تزریق میکنن، عمل میکنن. در 3 سال گذشته در 10 سال گذشته اینا اقلن 5 بار جا عوض کردن، چون بمباران شده جایی که بهداری بوده. در 3 سال گذشته 2 بار جا به جا شدن تا اونجایی که من اطلاع دارم، شاید حالا بیشتر هم بوده، ولی دوتاشو من مطمئنم. خب وقتی بهداری دانشگاه آکسفورد در غزه جای امنی نیست، دیگه خانه مردم عادی که جای خود داره. من در نتیجه من فکر میکنم ما با یک نبرد نابرابری روبرو هستیم. ببینید، من شخصا کارشناس مسائل نظامی نیستم، ولی با چند نفر که خودشون رو تحلیلگر مسائل منطقه میشناسن صحبت میکردم، بحثشون این بود که چرا از غزه دارن راکت میفرستن طرف اسرائیل و کار اونا هم بده. در حقیقت نمیدونم، یا شیپور رو از سر گشادش میخواستن بزنن، یا اینکه واقعا فکر میکنن که تأثیر راکت هایی که غزه شلیک میکنه به همون اندازه که اسرائیل ظاهرا با هواپیماهای F-16ش داره میزنه. من میخواستم ببینم که شما توضیح دادید که خیلی از این موشک ها به مقصد نمیرسه، ولی ظاهرا حتی اونایی هم که میرسه انفجار آنچنانی انجام نمیده که مثلا خانه ای رو صاف بکنه، اونطوری که اخبار اروپایی نشون میده وضعیت کشتاری که
اسرائیل داره میکنه، من فکر میکنم توی تمام قرون و اعصار، حتی از زمانی که رومی ها به این منطقه رو زیر تسلط خودشون داشتن، حتی اینطوری نبوده، اونا هم خونریزی خیلی زیاد کردن، ولی با دستگاه جدید و با سبوعیتی که اینا دارن تقریبا تبدیل کردن به سلاخونه و بدون اینکه اصلا شرمی از میدیای جهانی داشته باشن میگن که ما کارمون درسته و فقط داریم از خودمون دفاع میکنیم. و آقای رئیس جمهور آمریکا میگه بله از خودتون دفاع کنید، در حقیقت این معنیش اینه که بزنید بکشید، اینکه دفاع نیست. دفاع موقعیه که من دستمو میارم جلوی سر و صورتم که کسی به صورتم نزنه، ولی وقتی که یه نفر با اسلحه به من شلیک میکنه، من دیگه دفاعی ندارم از خودم بکنم. به هر حال این سیاست اسرائیل همونطوری که گفتید در نهایت داره میره به طرف پاک کردن غزه. بذارید به یه جنبه دیگه این قضیه بپردازیم تو این چند دقیقه که وقت باقی مونده رفیق یاسمین، اونم اینه که اطلاع داریم توی سالهایی که جنبش فلسطین پا گرفت، سازمان آزادی بخش فلسطین وجود داشت، نیروهایی مثل فتح بودن اونجا، جبهه خلق برای آزادی فلسطین بود که خب جورج حبش اون رو اداره میکرد، و بسیاری از نیروهای سکولار دیگه بودن که اونجا فعالیت میکردن. کلن نیروهای مقاوم چپ یا سکولار چه کمبودی داشتن که سازمانی مثل حماس میاد و کنترل منطقه رو تو دست خودش میگیره؟ من فکر میکنم این یکی از ضعف‌های جهانی حرکت‌های چپ و یا نهضت چپه. شما چجوری میبینید؟ هیچ تفسیری دارید از این قضیه؟ البته مسئله تاریخی به جنگ امروز مربوط نمیشه، اما مهمه برای بینندگان و شنوندگان ما که به بعد تاریخیش هم توجه بکنن. درسته، و فکر میکنم باید اشتباهات این جریان ها رو کم نگرفت. فتح رو نگاه کنید، همچنان دولت عباس بالاخره ادامه اونه، ولی دولتیست که فساد درش زیاده، رهبریش همیشه غیر دموکراتیک بوده، انتخابات وقتی نشه قبول نمی کنه، ولی تازه اصلا در درون خودش کسایی که به رهبری می رسن همیشه باید در یه خط و جناح خاصی باشن. رابطهش با کشورهای عربی زیر سؤاله که کدوم کشور بیشتر پول میده، طبعا نفوذ بیشتری داره در فتح غیره، و من فکر کنم این سابقه طولانی داره در رابطه با این جریان. ولی هم فتح و هم جبهه آزادی بخش برای فلسطین و هم جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین که دوتا جنبش بودن، به نظر من مشکل اصلیشون وابستگی بی حدشون به اتحاد جماهیر شوروی بود و اینی که چشم به اونجا داشتن، و در نتیجه وقتی که هرچقدر اونجا ضعیف شد، هرچقدر سوسیالیسم موجود به استناد تضعیف شد، اینها تضعیف شدن، از خودشون نه دیدی داشتند نه نظری داشتند، گاهی با ناسیونالیسم عرب بودند، گاهی با سوسیالیسم شوروی، استالینیزم میشه گفت چون سوسیالیسم نبود ولی استالینیزم بودن، و ضربات فروپاشی اردوگاه بر اینها تاثیر فجیع گذاشت. ولی یه نکته دیگه هم هست، و در این میان حماسی پیش اومد که به اخوان المسلمین وابسته بود، پول عرب بهش میرسید غیره، ولی فراموش نکنید در یه دوره‌ای برای دولت اسرائیل تقویت حماس خیلی مهم بود و این کار رو کرد، چون میخواست فتح و جبهه آزادی بخش رو تضعیف کنه. خیلی از فلسطینی هایی که من میشناسم به درستی یادآور اینن که این حماس پدیده است که موساد آفرید. البته به این سادگی نیست، چون میگم ریشه اخوان المسلمین رو داره، ولی در هر صورت دولت اسرائیل در تقویت و آزاد گذاشتن حماس در شرایطی که دیگران سرکوب می شدن. این وسط اشتباهات دیگه‌ای مثل حرکات به اصطلاح
نظامی بی محتوا که به نتیجه نرسید، مثل هواپیماگیری، دزدی، نمیدونم المپیک ژاپن، المپیک برلین حمله کردن، این نوع کارها کمک نکرد به بهبود وجه جریان هایی که به جای این کارها باید فعالیت طبقاتی بهتری در خود فلسطین انجام میدادند، نیروهاشون رو تقویت میکردند. خیلی از این نیروها در میان پناهندگان فلسطینی در لبنان، در اردن حامیان زیادی داشتند، چون اونا خب در موقعیت سکولارتری بودند، بهتر بودند، اونها رو هم نتونستند با خودشون حفظ کنند و وضع اسفناکی است. درست؟ بله، البته در مورد حرکات نظامی که فتح و سایر گروه های سکولار و یا چپ در اون دوره می کردن، مسئله تاریخیه که من فکر میکنم باید توی زمینه های دهه 60 و 70 دنبالش بگردیم. اما هرچه که شد و نشد، امروز مردم فلسطین به طور وحشتناکی زیر تیغ آقای نتانیاهو و نظرات فوق صهیونیستی ایشون دارن دست و پنجه نرم میکنن. تو این قسمت اجازه بدید نظر دولت آمریکا و کلن شورای امنیت رو به عنوان یک مرجع جهانی که گاهی وقتی میتونه جلوی این مسائل رو بگیره با شما مطرح کنم. واقعا دلبستن به این نوع قطعنامه ها و به اصطلاح اون کاری رو که دولت عباس میکنه، شما بهش اشاره کردید، به شکل سربازی که در خدمت اسرائیل، سیاست های اون رو به اجبار داره به عمل میذاره، فکر میکنید باید ما هنوز منتظر باشیم به عنوان چپ های خاورمیانه که دستگاهی مثل سازمان ملل و شورای امنیت و نخست وزیر، عذر میخوام، رئیس جمهور وقت آمریکا بیان و این مسائل رو حل کنن؟ اینو چشم بالا داشتن نتیجه نخواهد داشت و تاریخ شاید بیش از هر جای دیگه تاریخ فلسطینی رو ثابت میکنه. قطعنامه های زیادی در مجمع عمومی سازمان ملل در دفاع از فلسطین صادر شده. من تعدادش دیگه از دستم در رفته. خیلی در رابطه با اینی که باید کجاها رو ترک کنه، برگرده به مرزهای پیش از 1967، خیلی قطعنامه زیاده. هیچ کدوم اینا را انجام نمیده. برای ایالات متحده اسرائیل مهمه. اسرائیل پایگاهی نظامی است برای ایالات متحده در منطقه. متحدی به نزدیکی اسرائیل نداره. فرق نمیکنه رئیس جمهور دموکرات باشه یا جمهوری خواه باشه. ولی بعضی معادله ها داره عوض میشه. چرا این معادله ها داره عوض میشه؟ اولا تاریخا دموکرات ها از اسرائیل دفاع میکردن، جمهوری خواه ها متوسط تر بودن در این قبال. دوره ترامپ این مسئله درست برعکس شد. ترامپ و محافظه‌کاران نئوکنسرواتی به حزب جمهوری خواه شدیدن از اسرائیل دفاع کردن. آقای بایدن در موقعیت عجیبی قرار داره و برای اولین بار در حزب دموکرات یهودی الاصل های عضو حزب دموکرات با سیاست های دولت کنونی اسرائیل مخالف هم. و نتیجه یک دفعه عوض شده. جوانان یهودی الاصل در ایالات متحده از خیلی از چپهای ما که هیچی، از چپهای فلسطینی رادیکالتر هستند در قبال دولت اسرائیل. این کارزارهای گسترده تحریم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اسرائیل که در دانشگاه‌های آمریکا خیلی داره جلو میره،
فعالانش البته جوانان عرب امریکایی هم هستند، ولی تعداد زیادی از فعالانش جوانان حزب دموکرات هستند که اتفاقا خیلیشون هم یهودی هستن. و در نتیجه حزب دموکرات با مقوله‌ای کاملا جدید روبروست و البته که آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور متحد اصلی خودش در منطقه رو کم نخواهد دونست و حمایت خواهد کرد و هیچ کاری در قبال اسرائیل انجام نخواهد داد، ولی میدونه که در انتخابات آینده باید حزب دموکرات رو متحد خودش حفظ کنه. و در نتیجه اگه دوره ترامپ بود که تا الان من فکر میکنم غزه رو با خاک یکسان کرده بودن، همین از اگه بخواید نیمچه مقاومتی که داره میشه برای از بین بردن فلسطینی ها نتیجه تغییر و تحولات شدید در حزب دموکرات در ایالات متحده. من توهم ندارم به اینکه این بیاد تغییر بده اوضاع رو، نه این تغییر نخواهد داد، چرا که تا وقتی که ایالات متحده میخواد سرباز جهان پلیس جهان باشه، من دنیا رو کنترل بکنه، منطقه خاورمیانه رو کنترل کنه، حتما حتما باید از اسرائیل دفاع کنه، ولی این دفاع با پارسال خیلی فرق داره. بله، خب ببینید، با صحبتی که الان شما کردید، حق مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خودشون و آزادی از این استعمار و آپارتایدی که اسرائیل بهشون تحمیل کرده چی میشه؟ یعنی این سیاست اشغال، استعمار و تحمیل به زور توپ و راکت، این سرنوشت محتوم فلسطینی هست، نمیتونن، یعنی راه حلی براش وجود نداره، تا کی باید تحمل بکنن؟ راه حل دو ملت در یک سرزمین که به اصطلاح راه حل تاریخی احزاب اردوگاهی بود اگر اشتباه نکنم دورش گذشته. واضحه که با اوضاعی که پیش آمده در دنیا و در منطقه دو کشور در این سرزمین کوچیک جا نمیگیرن. راه حلی که منطقی تر اینه که یک دولت باشه، یک حکومت باشه، سکولار باشه، غیر مذهبی باشه، به هر شهروندی حق برابر داشته باشه جدا از این که چه مذهبی داره. خیلی از فلسطینی ها مسیحی هستند و خیلی از فلسطینی های ساکن اسرائیل مسیحی هستند، خیلی از فلسطینی های خارج از سرزمین های اشغالی مسیحی هستند. مذهب نباید مطرح باشه غیره. ولی من یه نکته دیگه میگم و اونم اینه که به خاطر پراکندگی فلسطینی ها، به خاطر اینکه خیلی هاشون درست سه برابر جمعیتی که در این منطقه هست در بیرون غیره، متحد اصلی مردم فلسطین همچنان مردم عادی یا طبقه کارگر در کشورهای همسایه است، در اردن، در مصر، و اینها این حمایت رو دارن، نه فقط به خاطر اینکه همه همدیگر رو عرب میدونن، برای اینکه فلسطینی های پناهنده بخشی از این ملت هم. در اردن خیلی خانواده ها به اصطلاح نصف خانواده فلسطینی، نصف خانواده اردن بوده، اینا اصلا قبل از دوره استعماری یک کشور بودن، درسته اردن، سوریه، فلسطین یک کشور بودن، فرانسه و انگلیس این رو تقسیم کردن بین خودشون. در نتیجه منطقی است که امید و آینده مبارزات فلسطین در هم آمیخته با مبارزه طبقه کارگر حداقل در اردن و سوریه بر علیه حکومت‌های موجود در این دو کشور، چون حکومت‌هایی که حمایتی از فلسطین این همه شعار دادن، این همه ادعا کردن، به هیچ وجه از مردم فلسطین دفاع نکردن.
درسته. در چنین شرایطی ولی و این توهم پیش اومده که گویی مردم خلق عرب یا خیابان عرب، اون چیزی که بهش میگن the street در دنیای عرب، دیگه به فلسطین اهمیت نمیده. نه، اینطور نیست. مردم عادی اهمیت میدن. دولتان که به خاطر منافعشون رفتن سازش کردن با یه دیشون مثل عربستان و امارات و بحرین، به دستور ترامپ حاضر شدن روابط سیاسی با اسرائیل پیدا کنن. یه دی مثل اردن، سوریه، کویت خجورترن، نوع دیگه دارن به این مسئله برخورد میکنن و شعار زیاد میدن، نه که شعار کم نمیدن، ولی در عمل کاری انجام نمیدن. از این دولت ها معجزه‌ای بر نخواهد اومد. باید دستمون، باید آب پاک ریخت روی این حکومت ها، ولی از مردم و زحمتکشان اردنی، مصری، سوریه‌ای، غیره، این زمینه وجود داره و هر بار که اتفاقا حمله به غزه بیشتر میشه، ما شاهد این همبستگی از پایین هستیم و باید به این همبستگی امید داشت. رفیق یاسمین میزر، یک دنیا از لطف شما ممنونم و از صحبتهایی که کردید، به خصوص بخش آخر که نشون میده که رهایی مردم فلسطین در دست کارگران و زحمتکشان و مردم زحمتکش این منطقه است، علل خصوص که شما تمام فلسطینی هایی رو که در کشورهای همجوار مثل اردن و مصر هستن ازشون اسم بردید. امیدوارم که ما بتونیم یک روز این تفاهم و اتحاد رو بین این مردم ببینیم و بتونیم مردم فلسطین و اسرائیل رو کنار هم داشته باشیم. با تشکر از شرکتتون. تشکر از شما.